دعوتشون کردم اونجا و از اون روزی مد شد. الان در تمام جاها، در گورستان ها، همه جا که موزیک میزنید، کاری که سیاوش عروسی 30 سال پیش کرد و به شما مهربان یاران هدیه کرد و الان شما همتون کار میکنید. موزیک همیشه شادیه. ما الان دلمان خونه، ناراحتیم، خیلی هم ناراحتیم، انقدر دلمان خونه که چی. ولی دلخونی رو بایستی با شادی باش جلو بریم، پیش بریم. و شما هر مغازه دکانی که نوروز رو از چهارشنبه سوری شروع نکرده چراغونی بکنه، کاغذ رنگی بزنه، لامپ بزنه، برق چیز زیادتر کنه، موزیکشو بذاره. موزیک مهمه، موزیک بسیار مهمه. موزیکشو اگه نذاشته شما ازش خرید نمی کنید. هر مرکز تجارتی که میبینید دم در یک جای گذاشته برای موزیسین ها که خودشون بچه ها برن بزنن، لازم نیست دعوت کنید، بچه ها خودتون هم پاشین برین تو کوچه و خیابون بزنید، پاشین، لازم نیست دعوتتون کنید. من این چند سالی که این عرض کردم دیدم اساتید بزرگ وای میستن کنار خیابون موزیک میزنن، اشکال نداره، شادی رو برین به مردم ارمغان بدید، نوروز سال 7700 چم بنویسین همه جا، چون الان دشمن یادتون نره. سادات تازی که امروز میخوام در رابطه با شما صحبت کنم، یه تشکیلات، یه حزب، اینا در گوش هم میگن، میان ترتیب من شما میگن آقا نگو این مال سیاوش عروسی داریم که چطور سیاوش عروسی میدونه تو پاریس خودش برام اینا رو گول نخورید، مال توئه، هر چی من آوردم مال توئه، مال ملت ایرانه، مال سرزمین آریایی است. آریا یعنی انسان آزاده و پاک و پاکندیش، نژاد نیست، نژاد پرستی نیست. سزار بار میگه ولی ببین، و همه گفتم، همه میدونم یار آقایی میگه آریایی نژاد پرستی، آریایی نژاد نیست. نژاد هم امروز وجود نداره در تاریخ بشر امروز، نژاد همه قاطی شده، اصلا نژادی نیست. آریایی بودن یعنی ایرانی بودن، همون ایلام، ایران، ارمن هست که شده آریایی، که الان جا عوض کرده، یعنی انسان پاک و آزاد شیر مثل تو. گولشون رو نخورید، بگید ما آریایی هستیم، سادات تازی و حزبشون رو نمیپرستیم. این یه حزب سادات تازی که دخل ما رو آورده و میاره، همه چیزم حساب شده است. امروز با هم در رابطه صحبت میکنیم. رژیم که آبروی نداشت، آبروش مدتی واضی از جوری همچی رفته به چه ها که دیگه هیچ خدا بنده نه چه جور میخوان این را حلش کنن. خانم کاترین پرس پاریس بود. کاترین حالت خوبه بابا؟ خیلی خیلی باید بهت گفت دمت گرم. این کاترین میره ایران، از قدیم ها، قضیه مال چند سال پیشه، و همه جور نفوذ میکنه همه جا. اول که میره سال 4 سال پیشی که انتخابات بود که روحانی دوباره برد، این میره و از راشا تودهی دفتر پاریس یه کاغذ میگیره که خبرنگار راشا تودهی میخواد بره با نامزدهای ریاست جمهوری مصاحبه کنه. میره با رئیسی مصاحبه میکنه. حالا وقتی میخواد بره باید یک رابط داشته باشه، بهانه داشته باشه، اینا رو این نادره درست میکنه. این نادر اومده که تکذیب کرده ولی دروغ میگه. این نادر یاد نداره، این نادر خودش سادات تازیه، نادر طالب زاده رو میگم، همه شما میشناسینش، همه شما رو آمدن تحلیل کردیم که آقا ایرج رفته یک کلمه حرف زده، این نادر طالب زاده اطلاعاتی سید او که خود رژیم، امروز اطلاعاتی که من به شما میدم مال خود رژیمه، ببینید در رابطه با آقای طالب زاده. این طالب زاده یک مأمور اطلاعاتی، یک مأمور نابود، یادتون نره سادات تازیه.